گرین و نخو منیخیم شش به تو خام گام. به عنوان رئیس سازمان دو تصمیم بسیار مهم گرفتم. اول ماموران ما باید مدام جابجایی این اسناد رو زیر نظر داشته باشند. دوم به اونها گفتم برای انتقال این اسناد به خانه آماده بشن. اسرائیل چطور در مراکز حساس ایران نفوذ و خرابکاری می‌کند؟ در 60 دقیقه امشب از نتیجه تحقیقات بی بی سی فارسی با شما صحبت خواهیم کرد. همچنین در برنامه امشب گام‌های دولت رئیسی برای جهش در روابط با روسیه. وزیر خارجه ایران می‌گوید سند همکاری راهبردی دو کشور به زودی آماده می‌شود. ادامه قدرت نمایی و تنش میان ایران و جمهوری آذربایجان. تهران از روسیه خواست به تغییرات در مرزها حساس باشد. میدونیم که بازی با امارات و امارات همیشه بازی خیلی خیلی سختی هستش. رویاروی دشوار برای حفظ صدرنشینی در مسابقات انتخابی جام جهانی فوتبال. تیم ملی ایران برای مساف با امارات آماده می شود. و روز تهران، شهری پر از خاطره های خوب و بد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. ترور متخصصان صنایع هسته‌ای و موشکی ایران، حوادث مرگبار و پی در پی در تأسیسات استراتژیک، سرقت هزاران سند برنامه سری هسته‌ای ایران، اینها تنها بخشی از اتفاقاتی است که در دو دهه گذشته در ایران رخ داده. در موارد متعددی حکومت ایران احتمال خرابکاری را تکذیب کرده یا آنها را کم اهمیت خوانده، اما شواهد نشان می‌دهد که بسیاری از این حوادث خرابکاری بوده و انگشت اتهام به سوی موساد، سازمان جاسوسی خارجی اسرائیل، نشانه رفته. چند وقتی است که بعضی از مقام‌های پیشین ایران می‌گویند موساد در نهادهای حساس امنیتی این کشور نفوذ کرده. اما موساد چگونه توانسته اسناد سری هسته‌ای ایران را بدزدد؟ چه نقشی در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران داشته و جنگ پنهان ایران و اسرائیل چقدر جدی است؟ خبرنگار ما ژیار گل تحقیقات گسترده‌ای در این باره انجام داده و مستندی تهیه کرده. ژیار، میدونم که هفته هاست که در حال تحقیق درباره این موضوع هستی. هر روز درباره رابطه ایران و اسرائیل خبرهای میشنویم و عملیات موساد علیه ایران. از جمله امروز یک رسانه عرب زبان گزارش کرد که اسرائیل یک فرمانده سپاه در سوریه رو دزدیده. چقدر این عملیات ها تا اینجای کار موفق بوده؟ ببینید، همین که شایعات زیادی درباره عملیات موساد در جاهای مختلف در نقاط حساس ایران وجود داره، خودش نشانه به نظر من توانایی این سازمان جاسوسی. اما اگه بخوایم عملکرد حالا موساد یا احتمالاً سازمان یا سرویس های جاسوسی کشورهای دیگه هم ممکنه عملیات در ایران انجام بدن، اما ما اگه به نتیجه نگاه کنیم، اگه به اتفاقات رخدادهایی که در دو دهه گذشته همینجوری که اشاره کردید نگاه بکنیم، میبینیم که عملیات هر قصدی بوده موفق بوده. ما میبینیم در حساس ترین و مهمترین مناطق و بسلا جاهای حساس ایران که خیلی برای ایران مهم بوده از لحاظ نظامی، به خصوص از لحاظ هسته‌ای، اتفاقات پی در پی رخ داده. در اون زمان ها همونم که اشاره کردیم میگفتن که این برحال اتفاق بوده، آتش‌سوزی بوده، قطعی برق بوده، اما خود مقام های جمهوری اسلامی که در آن زمان درباره این اتفاقات سکوت می‌کردند، به خصوص در آستانه انتخابات امسال، انتخابات ریاست جمهوری، ما یک مثلا نگاهی کردیم به صحبت‌ها تو جاهای مختلف و می‌بینیم که عملاً دارن اعتراف می‌کنن که موساد در حقیقت پشت این عملیات بوده. مثلا در نتنز رئیس وقت مثلا سازمان انرژی اتمی ایران گفته 5 انفجار عمده اونجا رخ داده. مثلا در نتنز گفتن فقط سقفش اومده پایین، در صورتی که یکی از نمایندگان مجلس میگه رفتم اونجا دیدم همه مرکز
مونتاژ سنتریفیوژا داغان شده. به هر حال وقتی من یه سفری هم به اسرائیل داشتیم با افراد متفاوتی ملاقات کردیم، بعضیا حاضر شدن جلوی دوربین حرف بزنن، بعضیا حاضر نشدن صحبت کنن، همه از این حکایت داره که اسرائیل موساد در ایران توانسته عملیات های بسیار دقیق با اطلاعات بسیار زیاد تونسته اینا رو اجرا بکنه و همه این شواهد نشان میده که در سطح بسیار عمیق در دستگاه‌های امنیتی ایران نفوذ کردن. ما میبینیم مثلا آقای فخری زاده ترور میشه در حالی که وزارت اطلاعات گفته میخوان ترورش کنن، در این نقطه میخوان ترورش کنن، زمانش رو نمیدونستن. اما اون فردی که به قول خود وزارت اطلاعات که این مثلا نقشه ترور آقای فخری زاده رو سازماندهی که خودش عضو این سازمان بوده، اما کسی به ما نمیگه این شخص کی بوده، در چه مقامی بوده در سپاه پاسداران که تونسته همچین اطلاعات دقیقی درباره شخصی که میدونستن هدفه. به هر حال اگه نگاه کنیم به این عوامل، همه نشون میده که موساد تونسته نفوذ داشته باشه. فقط بحث انسانی نیست که اونجا داشته باشه، قطعا از مثلا ابزارهای سایبری، ابزارهای دیگه هم استفاده کردن و این مجموعه عوامل که دست به دست هم بدن ظاهرا یک تصویری بهشون دادن که بتونن عملیات موفق انجام بدن. جیار خیلی کوتاه از جمله عملیاتی که خیلی بحث برانگیز بود، سرقت اسناد مربوط به برنامه هسته‌ای ایران بود. می‌دونم که درباره اون هم تحقیق کردی، به کجا رسید تحقیقات؟ ببین اون تحقیقی که قطعی این اسرائیل اون دزدیده، حتی مقام‌های ایرانی الان به اون اعتراف می‌کنن. اما چیزی که مبهم درباره سرقت اسناد سری ایران از شورابات تهران اون در اون انبار اینه که اینو چجوری نیم تن سند و سی دی و اینو بردن بیرون، یعنی از در بیخ گوش سازمان‌های امنیتی ایران اینو دزدیدن و این رو به تل آویو در اسرائیل بردن. چیزی که ما صحبتی که از آقای یاسی کوهن رئیس وقت سازمان اطلاعات اسرائیل همون موساد می‌بینیم، میگفت به یک جایی ما اونا رو هدایت می‌کردیم، دستوری که از طرف دیگه می‌بردیم. منابعی میگفتن که این احتمال بسیار بالا از طریق مرزهای آذربایجان اینا خروج پیدا کرده. فراموش نکنیم ایران همیشه درباره دو نقطه، کردستان عراق و آذربایجان، رو متهم کرده که اینا لانه سازمان جاسوسی اسرائیل شدن و الان ما می‌بینیم. اما اگه نگاه کنید به این موضوع، هنوز نه ایران گفته مشخصا از به خاطر چی از دست به اصطلاح آذربایجان عصبانی، آیا این یکی از موضوعا بوده، اما اسرائیل و آذربایجان هم اینو رسما تایید نکردن که از طریق مرزهای این کشور این اسناد خارج شده. ممنونم جیار گل همکارم اینجا در استودیوس. بخشی از مستندی که جیار تایید کرده رو با هم می‌بینیم. سرقت شده از اسناد به کلی سری هسته‌ای ما، با موفقیت هم کارشون انجام دادن و رفتن. اسنادی که حالا دروغ و راست اسرائیلی‌ها آمدن و بردن و منتشر کردن و بردن پیش ترامپ. موساد چگونه از محل نگهداری آرشیو محرمانه برنامه هسته‌ای ایران مطلع شده؟ چگونه توانسته این اسناد را برباید؟ در اواخر سال 1395 جاسوسان موساد به تل آویو گزارش می‌دهند که آرشیو برنامه هسته‌ای ایران به انباری در حومه تهران منتقل شده است. یاسی کوهن رئیس وقت موساد بود و فرمانده عملیات. اتصادات گرئین و نخو منخیم شش به توخم گم. به عنوان رئیس سازمان دو تصمیم بسیار مهم گرفتم. اول، ماموران ما باید مدام جابجایی این اسناد رو زیر نظر داشته باشند. دوم، به اونها گفتم برای انتقال این اسناد به خانه آماده بشن. جاسوسان موساد برای دو سال تمام حرکات نگهبانان و رفت و آمدها را زیر نظر می گیرند. نقشه ساختمان نگهداری گاف صندوق ها را مطالعه می کنند. Mossad built a copy of a mimic of the whole site. موساد کپی تمام منطقه رو بازسازی میکنه، خیابون‌های اطراف رو و حتی نمونه سگ‌ها رو میاره تا ماموران به سگ‌های اطراف انبار عادت کنن. برای 6 ماه این افراد بارها و بارها و بارها برای این عملیات تمرین میکنن. یازده بهمن 1396، ساعت 10 شب به وقت تهران،
یاسی کوهن به ماموران موساد دستور می‌دهد عملیات سرقت اسناد هسته‌ای ایران در شورابات تهران را شروع کنند. عملیات باید در عرض 7 ساعت تکمیل می‌شد. در انبار 32 گاو صندوق بوده، اما ماموران موساد اطلاع دقیق از محتویات گاو صندوق‌ها داشتند. چندین انبار فرعی و دروغی و تله هم وجود داشته و اسرائیلی ها مستقیم سر انبار اصلی میرن. خیلیشون میگه که اونا چقدر در بین نیروهای محافظ اون انبار و چقدر در بالا دستی هاشون نفوذ داشتن، نفوذی که تونستن به انبار اصلی در بین بزنن. وقتی که تونستن وارد گاوصندوق‌های بزرگ بشن، تازه به عمق اهمیت اسناد پی بردیم. تصاویر اسناد که به فارسی بود رو زنده دیدیم. چیزی که به دنبالش بودیم رو پیدا کردیم. ما به برنامه سلاح هسته ایران دست پیدا کردیم. برای درک نقش جاسوسان موساد در پیروزی‌های ارتش این کشور، سر به موزه الی کوهن میزنم. اینجا 54 سال پیش مقر ارتش سوریه در ارتفاعات جولان بود. الی کوهن یکی از جاسوسان موساد بود که خود را سوریه‌ای جا زده بود. الی کوهن به حدی به مقامات نظامی و سیاسی سوریه در اون موقع نزدیک شده بود که مشاور وزیر دفاع سوریه شده بود. اطلاعاتی که الی کوهن به اسرائیل فرستاده بود کمک کرد به ارتش اسرائیل بتونه این منطقه استراتژیک ارتفاعات جولان رو به تصرف خودش در بیاره. به گفته مقام‌های پیشین ایران، امروز هم موساد توانسته در حساس‌ترین نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ایران نفوذ کند. نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا داره همه مسئولین جمهوری اسلامی نگران باشند برای جان خودشان. در حقیقت هر رویداد که رخ میده به موساد متصل میشه. در اکثر مواقع هیچ ارتباطی به اسرائیل و موساد نداره. اینا حادثن. اما این خودش اسطوره بودن موساد رو نشون میده و این مهمترین موفقیت موساده، چون که در میان اونایی که موساد دشمن و رقیب محسوب میکنه ترس و وحشت به وجود میاره. این موضوع ساده‌ایه که بالاترین فردی که مسئول کنترل جاسوس‌های اسرائیله، مسئول مقابله با توطئه‌های اسرائیل در ایران هست، خودش جاسوس اسرائیل کار در میاد. این که دیگه خبرش اعلام شد. با افرادی در بندهای امنیتی زندانهای ایران در تماس بودیم. میگن بسیاری از مأموران نیروهای امنیتی ایران نظامی در زندان هستند، به خصوص از میان فرماندهان سپاه پاسداران و نیروی قدس. اونا متهم شدند که برای کشورهای خارجی و به خصوص اسرائیل جاسوسی کردند. این باعث آبروریزی کل نهادهای اطلاعاتی کل نظام هست. رضا علیجانی درباره نفوذ سرویس‌های خارجی در سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران تحقیق کرده است. نیروهای امنیتی ایران شرح وظایفشون عمدتاً علیه دشمنان داخلیشون هست، علیه منتقدین هست، علیه فعالان حقوق بشری. یکی از کارشناسان اطلاعاتی سابق نیروی قدس سپاه که نخواست تصویر و صدایش پخش شود میگوید نفوذ سرویس‌های خارجی در سپاه از سالها پیش شروع شده است. سپاه بیشتر توانایی‌هایش رو در کنترل معترضان داخلی صرف می‌کنه. نیرو و انرژی زیادی را در عراق، لبنان، سوریه و افغانستان متمرکز کرده. این فرصت مناسبی برای سازمان‌های جاسوسی خارجی به وجود آورده تا هسته‌هایی را در داخل ایران تشکیل دهند. می‌دونم سرویس‌های خارجی مدارکی داشتن که نشان از رابطه بعضی از سفیرها یا فرماندهان بالای سپاه با زنان بوده. سرویس‌های جاسوسی میتونن برای به دام انداختن و به کارگیری این افراد از این مدارک استفاده کنن. در میان اسنادی که از آرشیو هسته‌ای ایران در شورابات ربوده شد،
نقش کلیدی محسن فخری‌زاده برای موساد برجسته تر می شود. اطلاعات ارتش اسرائیل فکر میکرد نباید محسن فخری‌زاده رو کشت، چون فکر میکردن اون بوروکرات خوبی نبود. اما اسناد روبوده شده از چیز دیگری حکایت داشت. او تحصیل کرده و بوروکرات خوب و منظمی بود. او نه تنها دانش علمی و فیزیک رو میفهمید، همچنین میدونست چگونه برنامه مهم این چنینی رو پنهان مدیریت کنه. This is how Dr. Mohsen Fakhrizadeh, head of project Ahmad, put it. Remember that name, Fakhrizadeh. آذر ماه سال گذشته، جاده آبسرد در 80 کیلومتری شرق تهران. محسن فخری‌زاده و همسرش از تهران به طرف خانه ویلایی‌اش در حرکتند. خودروی محافظان آنان را اسکورت می‌کنند. ناگهان با رگبار گلوله خودروی او متوقف می‌شود. یک نیسان پارک شده کنار جاده که پر از الوارهای چوبی است منفجر می شود. مردی که نخست وزیر اسرائیل گفته بود اسمش را به خاطر بسپارید. محسن فخری‌زاده has been assassinated after John Miller's fire. شب ترور محسن فخری‌زاده مقام ارشد وزارت دفاع ایران. این بخشی از مستند نیم ساعته ایه که بعد از 60 دقیقه امشب پخش میشه. نسخه کامل این مستند رو میتونید ساعت 11 به وقت تهران بعد از همین 60 دقیقه تماشا بکنید. سد فرانسمن، تحلیلگر امور امنیتی خاورمیانه، در روزنامه اسرائیلی جروزالم پست از بیت المقدس با ما. آقای فرانسمن، خوش آمدید به برنامه. درباره عملیات موساد در ایران شنیدیم در گزارشی که پخش شد. درباره عملیات ایران میخوام بدونم، ایران همین امروز یک شرکت سایبری اسرائیلی اعلام کرد که در عملیات سایبری و در واقع سرقت اطلاعات بعضی از شرکت‌های هوافضای غربی موفق عمل کرده و میشنویم از موفقیت ایران در بعضی از عملیات این چنینی. فکر میکنید ایران آیا نفوذ متقابل داشته در اسرائیل؟ کلن ماهیت جنگ های سایبری این هست که ما واقعا هیچی نمیدونیم که پشت پرده چی داره میگذره. مسلما هر دو طرف به نفعشون هست که بگن ما داریم کارمون رو به درستی انجام میدیم و طرف مقابل نتونسته علیه ما کاری انجام بده. اما چه که ما میدونیم به لحاظ تاریخی این هستش که ایرانیان سعی کردن بتونن بعضی از زیرساخت‌های اسرائیل رو هدف قرار بدن و اسرائیل هم ما میدونیم یکی از بهترین دفاعیات سایبری در دنیا رو داره از طریق فناوری‌های پیچیده. برای همین اونطور که به نظر میرسه در این حوزه ها اسرائیل جلوتر باشه از ایران و خودش به روشنی گفته سرمایه گذاری زیادی رو داره در امنیت سایبری خودش انجام میده و این رو صف مقدم خودش در مقابل حکومت ایران میدونه. به دلیلش هم این هستش که ایران دوست نداره وارد جنگ متعارف با اسرائیل بشه، دوست داره از طریق همین سایبری به اسرائیل ضربه بزنه. آیا فکر میکنید اسرائیل تمایلی که وارد جنگ رو در رو بشه با ایران؟ نه، من فکر نمی‌کنم هیچ طرفی در خاورمیانه، هیچ کس در خاورمیانه نمی‌خواد جنگ متعارف ببینه. ما دهه‌ها هستش که جنگ‌های متعارف در خاورمیانه می‌بینیم. اسرائیل مسلماً از این قاعده مستثنا نیست. اسرائیل صلح می‌خواد. اسرائیل به روشنی گفته که مخالف برنامه‌های هسته‌ای ایران هستش و گفته مخالف حضور نظامی و تثبیت نظامی ایران در مثلا سوریه هستش و دوست نداره سلاح‌های هوشمند و پیشرفته به مثلا گروه‌های مثل حزب الله فرستاده بشه و گفته اینا خطوط قرمزش هستن. برای همین هست که ما تنش‌های زیادی در خاورمیانه می‌بینیم که لزوماً به این قسمت‌ها مربوط نمی‌شن، ولی مثلا تنش‌های دریایی می‌بینیم یا در زمینه‌های دیگه. یک اصطلاحی که بعضی از کارشناسان امنیتی استفاده می‌کنند درباره عملیات اسرائیل در ایران، اصطلاح عملیات چمنزنیه، یعنی اجازه نمیدن که چمن انقدر بلند بشه که کنترلش از دست بره. از جمله اونها به انفجارهای نیروگاه نتنز اشاره می‌کنند. فکر می‌کنید که این عملیات انقدر موفق بوده که بتونه برنامه هسته‌ای ایران رو مهار بکنه؟
ما واقعا نمیدونیم. اگه چیزی رو نمیدونیم، نمیدونیم. مسلم میدونیم که ایران یک برنامه بسیار پیشرفته هسته‌ای داره که شاید جنبه‌های نظامی داره، شاید جنبه‌هاش هم طبق ادعای خود ایران صلح‌آمیز هستن. یه برنامه بسیار پیچیده و پیشرفته هستش و علاوه بر اینا ایران یک برنامه پیشرفته موشک‌های بالستیک هم داره. اگه شما می‌خواید برنامه هسته‌ای داشته باشید، مسلماً باید برنامه هم داشته باشید که بتونید از طریق موشک این سلاح رو هم بکنید. خب همه اینها یه کارزار پیشرفته هستش، تلاش‌های زیادی رو میبره. بالاخره ایران اسرائیل رو متهم به تروریسم و اینها کرده. حالا اون اصطلاح چمنزنی رو من نمیدونم، اما در طی دهه‌های گذشته تلاش‌های متفاوتی بوده، چه از طرف اسرائیل چه از طرف کشورهای دیگه، این بوده که به هر شکلی از آنها برنامه‌های هسته‌ای ایران رو آهسته‌تر بکنن یا مهار بکنن تا حدی که این برنامه‌ها وجود داره. دیدیم که آقای نتانیاهو یک نقاشی رو با یه خط قرمز در مجمع عمومی سازمان ملل به همه جلوی دوربین‌ها نشون داد و گفتش که برنامه هسته‌ای ایران اینجاست. همیشه گفته که مثلا شنیدیم از طرف مقامات اسرائیل ایران چند ماه فاصله داره با توانایی ساخت بمب هسته‌ای و از این صحبت‌ها. سپاسگزارم. ست فرانسمن، تحلیلگر امور امنیتی خاورمیانه از روزنامه جروسالم پست. وزیر امور خارجه ایران میگوید دولت جدید این کشور برای جهش ملموس روابط با روسیه آمادگی دارد و سند همکاری راهبردی دو کشور به زودی تنظیم میشود. حسین امیرعبداللهیان بعد از دیدار با سرگئی لاوروف همتای روسش در مسکو همچنین گفته تهران سیگنال هایی دریافت کرده که واشنگتن دوباره به اجرای برجام تمایل نشان میدهد. او گفت ایران به زودی به مذاکرات برمیگردد. ساعتی پیشتر آقای لاوروف با آنتونی بلینکن همتای آمریکاییش تلفنی گفتگو کرد و هر دو بر احیای فوری برجام تاکید کردند. پریزاد نوبخت گزارش می‌دهد. سفر رسمی حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران به مسکو با دعوت رسمی سرگئی لاوروف همتای روسش. با نفوذترین همسایه شمالی ایران که تهران به دنبال بهبود روابط با آن است. این وزیر خارجه ایران که از جهش در روابط بعد از این دیدار گفت. ما توافق کردیم که در آینده نزدیک سند راهبردی همکاری‌های دو کشور رو به صورت مدون مورد بررسی قرار بدیم و به عنوان یک نقشه راه جدید در روابط دو کشور این سند مبنای همکاری‌های ما و مبنای همکاری‌های بلند مدت ما قرار بگیره. پیامی در راستای دستور آیت الله علی خامنه‌ای که خواسته در سیاست خارجی نگاه به شرق دنبال شود. اصلی ترین مسئله مورد بحث در این مذاکرات از سرگیری گفتگوهای احیای برجام است. وزیر خارجه روسیه امروز صبح قبل از دیدار با همتای ایرانیش گفتگوی تلفنی با همتای آمریکاییش داشت. درباره برجام و مذاکرات برای بازگشت به این توافق که بعد از 6 دوره با مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران متوقف شد. اگر مذاکرات قرار شد مسیر 8 سال گذشته رو طی بکنه و مذاکره برای مذاکره باشه، قطعا جمهوری اسلامی ایران در زمان خودش تصمیم مقتضی رو در اون چارچوب اتخاذ خواهد کرد. اسرائیل که بیشتر با بازگشت آمریکا به برجام مخالفت کرده بود، اخیراً گفته که ممکن است این موضوع را بپذیرد، اما در صورت شکست مذاکرات باید برنامه‌های جایگزین وجود داشته باشد. با تقویت احتمال از سرگیری مذاکرات برجام، هشدارهای اسرائیل هم جدی‌تر شده. رئیس ستاد ارتش اسرائیل دیشب تاکید کرد که کشورش باز هم برنامه‌های نظامی و هسته‌ای ایران را هدف قرار خواهد داد. آویف کوخاوی گفت عملیات برای نابودی توانایی‌های ایران در هر عرصه و زمانی ادامه خواهد یافت و برنامه‌های عملیاتی علیه برنامه هسته‌ای ایران گسترده‌تر و پیشرفته‌تر خواهد شد. حالا روابط نزدیک جمهوری آذربایجان و اسرائیل هم برای ایران مشکلی جدی شده. نزدیکی که تهران با رزمایش در نزدیک مرزهای جمهوری آذربایجان به آن واکنش داد و آذربایجان هم مانور نظامی مشابهی برگزار کرد. روابط دیپلماتیک تهران و مسکو اخیراً با امضای توافق‌های جدید گسترش پیدا کرد. عادی‌سازی روابط کشورهای همسایه ایران با اسرائیل مزید بر علت شده که ایران برای تقویت موضعش بخواهد به دنبال تحکیم رابطه با متحدانی مثل روسیه باشد. پریزاد نوبخت، بی بی سی.
نیکول گرایوسکی، پژوهشگر امنیت بین‌الملل در مرکز مطالعات امنیتی بلفاست سنتر از کمبریج در ایالت ماساچوست آمریکا با ماست. خانم گرایوسکی، خوش آمدید به برنامه. ایران خواهان یک جهش ملموس در رابطه با روسیه هست. فکر می‌کنید دقیقاً چه تغییری رو ایران به دنبالشه؟ مرسی که از من دعوت کردید. ایران همیشه دوست داره تأکید بکنه بر روابطش با روسیه و بگه که دوست داره ارتباطاتش با روسیه توسعه بده. یک دلیلش این هستش که دچار انزوای بین‌المللی هستش و نیاز به حمایت روسیه داره، مثلا در بحث مذاکرات برجام. اما این چیزی هستش که دولت‌های مختلف در ایران، دولت‌های پی در ایران روش تأکید کردند. برای همین به رغم مشکلاتی که رابطه ایران و روسیه داره، مثل مسائل اقتصادی و سوء اعتمادی که بین دو طرف وجود دارن، اما این تمایل به توسعه رابطه داره و در دوران روحانی رابطه با روسیه گسترش پیدا کرد. یک دلیلش هم ارتباطات نهادی هستش که بین ایران و روسیه پیش گرفت، مخصوصا بر سر مسئله سوریه. چقدر روسیه واقعا به دنبال حمایت از ایرانه؟ محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین ایران، در یک فایل صوتی که ازش افشا شد و منتشر شد گفته بود که روسیه در واقع پشت پرده سنگ اندازی میکرد بر سر راه برجام. اون بخشی از مصاحبه ظریف که خیلی توسط رسانه‌ها منتشر شد این بودش که روسیه سعی کرد جلوی مذاکرات برجام رو بگیره، اما واقعیت مربوط میشد به منافع اقتصادی روسیه میشد، مخصوصا در بحث مربوط به نیروگاه نتنز. روسیه خب خیلی حامی برجام و توافق هسته‌ای بود و این بعد جدا بکنید اون تمایل روسیه به احیای برجام و بحث منافع اقتصادی روسیه. ایران، روسیه دوست داره با ایران رابطه داشته باشه به خاطر موقعیت ژئوپلیتیکی ایران، به خاطر روابط اقتصادی و همینطور به خاطر اینکه سری نگرانی امنیتی مشترکی دارن و تونستن در سالهای گذشته شرکت سازنده ای رو داشته باشن. برای همین ما ترکیبی داریم از اینکه روسیه سعی بکنه که بیشتری منافع اقتصادی رو از رابطش با ایران ببره، ولی در عین حال با ایران نزدیکتر هم بشه. یکی از سیاست‌های مطلوب جمهوری اسلامی سیاست نزدیک شدن به شرق از جمله چین و روسیه. فکر می‌کنید که چه کسی برنده این چرخش ایران به سمت شرق بوده؟ شرق یا ایران؟ این سوال سختی هستش که بخوایم جواب بدیم. سخته که ما بخوایم از شرق صحبت بکنیم به عنوان یک واحد یکسان، یک واحد منسجم. چین با روسیه فرق داره. چین خب خیلی رابطه اقتصادی خوبی با ایران داره، اما شرکت ایران با روسیه بیشتر شرکت امنیتی و ژئوپلیتیکی هستش. ایران شاید اونقدر که دلش میخواد نتونسته که با روسیه رابطه داشته باشه، باید که رابطهشون توسعه داشته و این اونقدر که ایران میخواست. روسیه خب خیلی دوست داره که ایران مقابل آمریکا بیسته در خیلی از زمینه‌ها، ولی در عین حال هم دوست نداره که ایران یک کشور منزوی بشه مثل زمان احمدی نژاد. برای همین خیلی سخته که بگیم کی برده، شرق برده یا ایران. چین به هر حال منافع خیلی قوی تر اقتصادی در ایران داره برخلاف روسیه. برای همین خیلی بحث شرق یه بحث خیلی متغیر و متکثریه. فکر کنید روسیه در مذاکرات احیای برجام چقدر نقش موثری داشته؟ به نظر میاد که روسیه یکی از بازیگران اصلی بود که تسهیل کرده مذاکرات بین اتحادیه اروپا و ایران رو و همینطور مذاکرات ایران با آمریکا رو به طریق غیر مستقیم. بعد از سفر وزیر خارجه ایران به روسیه دیدیم که وزیر خارجه روسیه صحبتی با همتای آمریکایی خودش داشت. برای همین میبینیم که روسیه در اینجا داره سعی میکنه نقش واسطه رو بازی بکنه بین ایران و بازیگران دیگه. روسیه نمیخواد مثلا یک برجام دیگه یا یک شکل دیگه از برجام منعقد بشه.
دوست داره که برجام به همین شکلی که الان هست دوباره احیا بشه. اونطور که می‌بینید در بعضی از رسانه‌ها صحبت می‌کنیم یه سری مشکلات دیگه بسر احیای برجام بوده، مثلا بحث اینکه تحریم‌ها تا چه حد لغو بشن قبل از اینکه ایران به برجام برگرده یا ایران چقدر بتونه خسارت بگیره از آمریکا به خاطر اینکه آمریکا برجام خارج شد. اما تا جایی که به روسیه مربوط میشه شاید روسیه مثلا کارهایی کرده که مخالف خاص غرب بوده، مثلا در بحث اوکراین و اینها، ولی تا اونجایی که برجام مربوط میشده سعی کرده که نقش سازنده ایفا بکنه که هم جلوی توسعه برنامه‌های نظامی هسته ای ایران رو بگیره، ولی در عین حال کمک بکنه که برجام هم احیا بشه. و در نهایت می‌گویند که روسیه در تنش فعلی بین ایران و جمهوری آذربایجان میتونه چه نقشی ایفا کنه؟ Well, this is a very interesting development. این هم خیلی تحول جالبی هستش. بعضی از رزمایش‌های نظامی ایران رو دیدیم در شمال غرب اون کشور، خیلی نزدیک بوده به اونجایی که حافظان صلح روسیه مستقر شدن. امروز دیدیم که وزیر خارجه روسیه در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کردش که یک بازیگران جدید ترکیه، روسیه و ایران و ارمنستان، گرجستان و آذربایجان به عنوان دو تا گروه سه جانبه بخوان سعی کنند که امنیت منطقه‌ای رو راجبش همکاری بکنن. روسیه دوست نداره که ایران و آذربایجان دوچار تنش بشن. روسیه با هر دو کشور رابطه خوبی داره و اصلا دوست نداره وارد اگه مثلا درگیری احتمالی بین دو کشور بشه. برای همین فکر کنم که روسیه کاری که خواهد کرد اینه که ایران رو به خویشتنداری دعوت بکنه و دنبال راه حل‌های سازنده برای مشکل بگرده. متشکرم نیکول گرایفسکی، پژوهشگر امنیت بین‌الملل در مرکز مطالعات امنیت بلفاست سنتر. همطور که اشاره شد، جمهوری آذربایجان همزمان دو رزمایش نظامی برگزار کرده. یکی از آنها با حضور ترکیه و در نزدیکی مرز ایران است. از آن طرف هم ایران آسمانش را رو بر روی پروازهای نظامی جمهوری آذربایجان بسته. همچنین به تازگی جمهوری آذربایجان از رانندگان ایرانی برای تردد در بخشی از مسیری که از خاکش می‌گذرد عوارض می‌خواهد، اقدامی که خشم ایران را برانگیخته. امروز وزیر امور خارجه ایران در مسکو از روسیه خواست که نسبت به تغییرات مرزی حساس باشد. پرهام قبادی گزارش می‌دهد. رزمایش در نزدیکی مرزهای شمال غربی ایران. تنش میان جمهوری آذربایجان و ایران در روزهای اخیر بالا گرفته. دو رزمایش نظامی از دیروز در منطقه قفقاز در جریان است و تا جمعه ادامه دارد. یکی اینجا در نخجوان، بخشی از خاک جمهوری آذربایجان که از سرزمین اصلیش جدا افتاده. ترکیه و جمهوری آذربایجان در رزمایشی که اسمش را برادری خلل ناپذیر 2021 گذاشتند، توان نظامی و دوستیشان را به رخ می کشند. مانور نظامی دیگر در تفلیس پایتخت گرجستان در جریان است. با نام ابدیت 2021، با حضور سربازان هر سه کشور. ایران اما ساکت ننشسته. جمهوری آذربایجان برای دسترسی به نخجوان نیاز به گذر از ایران داشت. دیروز اما ایران مرزهای هواییش را به خاطر رزمایش روی هواپیماهای نظامی جمهوری آذربایجان بست. اما جمهوری آذربایجان میگوید ایران پروازهای غیر نظامی را هم منع کرده. حالا در اقدامی کم سابقه هواپیماهای آذری از ارمنستان عبور میکنند. بخشی از مسیری که از ایران به ایروان پایتخت ارمنستان می رود، حالا در خاک جمهوری آذربایجان قرار گرفته، بین دو شهر قاپان و گوریس. جمهوری آذربایجان از رانندگان ایرانی حق عبور می خواهد. ایرانی 250 دلار آذربایجان. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران هم که امروز به روسیه رفته بود، نسبت به تغییر مرزها و همچنین حضور اسرائیل در همسایگیش هشدار داد. ایران از رابطه جمهوری آذربایجان با اسرائیل خشمگین است. اسرائیل ادوات نظامی به باکو می فروشد، از جمله پهپاد. کانال‌های تلگرامی وابسته به سپاه پاسداران هم پروازهای پهپادهای ایرانی در مرز آذربایجان را به رخ کشیدند. با توهم تکیه به دیگران. سه روز پیش هم آیت الله خامنه‌ای هشداری داد. نگذارند که ارتش‌های بیگانه به عنوان منافع ملی خودشون که هیچ ربطی به ملت اونا نداره از هزارها فرسنگ راه بیان و در این کشورها دخالت کنن، حضور نظامی پیدا کنن و در ارتش‌های اونها دخالت کنن.
از آن طرف جمهوری آذربایجان گفته که اسرائیل در آن کشور حضور نظامی ندارد. این روزها رزمایش پشت رزمایش در مرزها برگزار می شود. اول جمهوری آذربایجان با ترکیه و پاکستان. بعد ایران عرض اندام می کند. ما ضرورت داشتیه که نمایش قدرتی در این منطقه داشته باشیم. و حالا دوباره جمهوری آذربایجان و هم پیمانانش. دو طرف برای هم شاخ و شانه می کشند. ما که گفتیم بترسید از ایرانی ها. رجزخانی هایی که بسیاری امیدوارند در همین حد بماند و کسی ناگهان از کوره در نرود. سیلی محکم خوردید. پرهام قبادی، بی بی سی. با تصویب هیئت دولت ایران، علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی شد. آقای صالح آبادی که پیش از این مدیر عامل بانک توسعه صادرات بود، جانشین اکبر کمیجانی شده که همین 3 ماه پیش کارش را در این مقام آغاز کرده بود. به رنگ تاجین نگاهی کرده به کارنامه علی صالح آبادی و چالش‌های پیش روی او. تعارف آمد و نیامد ندارد، ولی تنها 4 ماه پس از آن که اکبر کمیجانی به ریاست بانک مرکزی رسید، نفر بعدی آمده تا سکان سیاست پولی ایران را از او تحویل بگیرد. علی صالح آبادی، جوانترین کسی که در 3 دهه گذشته رئیس کل بانک مرکزی شده. آقای صالح آبادی 43 ساله و متولد سبزوار است. او فوق لیسانس معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق و دکترای مدیریت مالی از دانشگاه تهران دارد. با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، صالح آبادی در 27 سالگی ابتدا دبیر کل بورس و سپس رئیس سازمان بورس شد و تا سال 93 در این سمت ماند. این عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق در 7 سال گذشته مدیرعامل بانک توسعه صادرات بوده و مانند بسیاری از مدیران دولت ابراهیم رئیسی سابقه کار در ستاد اجرایی فرمان امام را هم دارد. تصمیم های بانک مرکزی در معیشت و خرج زندگی همه تأثیر دارد، چرا که سیاست پولی می تواند باعث افزایش یا کاهش نرخ تورم شود. علی صالح آبادی در نخستین مصاحبهش در مقام رئیس بانک مرکزی گفت هدفش مهار تورم با کنترل رشد نقدینگی است. با کمک خود همکارانمون در سیستم بانکی به گونه عمل بکنیم که پای پولی از محل اضافه برداشت بانک ها در واقع افزایش پیدا نکنه. از اون طرف دیگه دولت هم به هر حال کسری بودجه‌ای که ممکنه داشته باشه، اون هم سازوکارهای دیگری رو با وزارت امور اقتصاد دارایی فکر میکنیم که در واقع از اون محل هم به گونه مدیریت بکنیم که افزایش پای پولی به شکل بیرویه نداشته باشیم و بتونیم کنترل تورم رو در بازار داشته باشیم. تعیین نرخ بهره بانکی یکی از ابزارهای مهم بانک مرکزی برای کنترل تورم است. در حال حاضر حد اکثر سود سپرده‌های بانکی کمتر از نصف نرخ تورم است. صالح آبادی پارسال گفته بود که این نرخ‌ها باید با هم متناسب باشد. به نظرم اون چیزی که مهمه راجع به نرخ سود بانکی رابطه نرخ سود با تورمه. درسته که نرخ بازار بین بانکی الان کاهش پیدا کرده، منتهی مراتب بازنگری و در واقع تعیین نرخ سود سیستم بانکی، سود سپرده ها به نظر من یه ارتباطی با تورم هم داره. ما باید 3 تا این در حالی است که قبل از انتخابات دستیار اقتصادی فعلی ابراهیم رئیسی گفته بود نرخ بهره باید کم شود. میتونیم فعالیت تولیدی پیدا بکنیم که پوشش بده نرخ سود تسهیلات رو. من به جرئت میتونم بگم نه. خب اگر این چنینه، آیا برنامه‌ای نباید داشته باشیم برای کاهش نرخ سود بانکی؟ بسیاری از شرکت‌ها و سهامداران بورس هم امیدوارند رئیس کل جدید بانک مرکزی تصمیم‌هایی بگیرد که به رشد بازار سهام منجر شود، بازاری که خود او 1 دهه در رأس آن بود. علی صالح آبادی وقتی که هنوز مدیر عامل بانک توسعه صادرات بود، از لزوم استقلال بانک مرکزی صحبت کرده بود. او تیر ماه امسال در مصاحبه‌ای گفت شرایط استقلال بانک مرکزی مناسب نیست، چرا که مثلا وزیر سمت و جهاد کشاورزی عضو شورای پول و اعتبار هستند، در حالی که خودشان ذی‌نفع هستند.
به گفته آقای صالح آبادی زمانی که درباره استقلال سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی صحبت می‌کنیم، یعنی وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه هم عضو شورای پول اعتبار نباشند. کارهای اقتصادی دولت از ولی از صحبت‌های رئیس جمهوری ایران در جلسه رأی اعتماد هیئت دولت به او حرفی از استقلال بانک مرکزی نبود. فلسفه این که گفتن وزیر اقتصاد و دارایی رئیس کل بانک مرکزی رو معرفی کنه دقیقا همینه که کسی باشه که با وزیر اقتصاد و دارایی هماهنگ باشه، با بخش‌های دیگه اقتصادی هماهنگی داشته باشه. تیم اقتصادی دولت برای برون رفت از مشکلات فعلی اقتصادی باید هماهنگ کار کنن. صالح آبادی در شرایطی به ساختمان شیشه میرداماد پا گذاشته که علاوه بر تورم سرسام‌آور و سقوط ارزش ریال، با تحریم، رکود و فساد هم مواجه است. مشکلاتی که عدم استقلال بانک مرکزی حلشان را دشوارتر می‌کند. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. هادی چاوشی، روزنامه‌نگار اقتصادی از شهر لینکن از در شمال بریتانیا با ما. آقای چاوشی، یک نفر دیگه از حلقه دانشگاه امام صادق به منصب بالایی در دولت ابراهیم رئیسی رسید. با توجه به کارنامه آقای صالح آبادی، چه انتظاری از او میره؟ فکر می‌کنید عملکردش چطور خواهد بود؟ خب آقای صالح آبادی از همون ابتدای شروع کار دولت آقای رئیسی جزو گزینه‌های ریاست کلی بانک مرکزی بود، ولی به نظر میاد که بین این گزینه‌ها یکی از ضعیف‌ترین هاشون بود. بخش عمده رزومه آقای صالح آبادی تو سازمان بورس در زمان دولت آقای احمدی نژاد شکل گرفته، عملاً برکشیده دولت احمدی نژاد، و بعضی عملکرد ایشون رو تو بورس که اون موقع خیلی کوچیک بود و تازه داشت توسعه پیدا می‌کرد قابل قبول می‌دونن. ولی نباید فراموش کنیم که بانک مرکزی به یک معنا مهمترین نهاد اقتصادی کشوره و فرقهای اساسی داره با بورس. یکی از مهمترین شرایط لازم برای موفقیت رئیس بانک مرکزی داشتن تجربه و اقتدار توی این حوزه است. به ضمن اینکه خب بانک مرکزی رئیس کلش باید اقتصاددان باشه. حالا نمیخوام پیش داوری کنم، ولی وقتی آقای همتی که اقتصاددان بود و اون سابقه طولانی کار اجرایی تو اقتصاد و سیاست ایران رو داشت، نتونست بانک مرکزی رو مقتدر کنه، آقای صالح آبادی که نه اقتصاددانه و نه چندان شخصیت سیاسی مستقل و مقتدری داره، قطعا کار خیلی سختی در پیش داره. حالا ممکنه تجربه حضور ایشون تو بانک توسعه صادرات و تخصص مدیریت مالی که داره بتونه کمکش کنه تو زمینه نظارت بر بانک‌ها یه کارایی بکنه، ولی خود عملکردش در بانک توسعه صادرات هم واقعا چیز قابل ارزه‌ای نداشته. بعضیا میگن ایشون در زمینه دور زدن تحریم‌ها تبحر خاصی پیدا کرده که واقعا نمیدونم چقدر ممکنه و اصلا چقدر در بانک مرکزی که وظیفه اصلیش مدیریت بازار پول و کنترل تورم چنین تبحری به درد می‌خوره. چون بانک مرکزی باید اول از همه کاری کنه که ارزش پول ملی حفظ بشه، در واقع متولی مهار تورم باشه. اشاره کردید مهار تورم. آقای صالح آبادی گفته که از طریق کنترل رشد نقدینگی میتونه تورم رو مهار بکنه. چقدر میشه امیدوار بود به این سیاست او؟ خب ببینید، فکر میکنم همه جای دنیا واقعا اولین وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول یا کنترل تورم قابل پیش بینی کردنش، لااقل تو ایران هم اگر این کار به درستی انجام بشه، ثبات قیمت ها برگرده به اقتصاد، واقعا شاید بانک مرکزی هیچ کار دیگه ای لازم نباشه انجام بده. الان ما 4 ساله که به طور پیوسته درگیر تورم های بالاییم. آخرین نرخ تورم سالانه ای که ظاهرا تو بانک مرکزی محاسبه شده ولی به طور رسمی اعلام نشده به 58% رسیده، از 70-80 سال قبل تا امروز بی سابقه است. بنابراین اولویت بندی درستی کرده آقای صالح آبادی که گفته مهار تورم رو میخوام انجام بدم، ولی لازمه مهار تورم اول اقتدار و استقلال بانک مرکزی که بتونه در برابر خواست دولت برای چاپ پول مقاومت کنه. چون دولت‌ها معمولاً برای جبران کسری بودجه‌شون میان سراغ بانک مرکزی. رئیس کل باید امکان نگفتن به این درخواست رو داشته باشه. بعدم باید خب پروژه اصلاح نظام بانکی رو که یکی از چالش‌های مزمن اقتصاد ما شده دنبال کنه. چون واقعاً اگه وضع بانک‌های ما اصلاح نشه، اصلاً کنترل نقدینگی و تورم ممکن نیست. برای انجام این کارها خب ما تو نهادهای اقتصادی بانک مرکزی به طور سنتی معروف به اینکه یه بدنه کارشناسی و حرفه‌ای خوب داشته همیشه. الانم به نظرم هنوز داره. بنابراین از نظر فنی ماجرا مشکلی وجود نداره برای این کارا، ولی مسئله اصلی اولا فهم ماجراست و بعدم داشتن اقتدار اجرایی لازم برای این کار که واقعا با توجه به شخصیت آقای صالح آبادی فعلا دربارش تردید وجود داره. آقای چاوشی، با توجه به در واقع گستردگی چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران، آیا فکر می‌کنید که رئیس بانک مرکزی با وجود ادامه تحریم‌ها میتونه نجات بده اقتصاد ایران رو؟
ببینید ادامه تحریم ها یه مسئله واقعا کلیدی همینطوری که شما گفتید، ولی ما توی اقتصادمون فقط نمیتونیم نگاه کنیم به تحریم ها. تحریم ها باید برداشته بشه برای اینکه اقتصاد ما از نظر سرمایه گذاری به خصوص واقعا با مشکل مواجهه و کسری بودجه دولت با کمک رفع تحریم ها کمک خیلی بزرگی میتونه بکنه. ما توی حوزه استقلال بانک مرکزی، قانون بانک مرکزی رو داریم که یه قانون خیلی قدیمی و پرمشکله و حتما اون باید اصلاح بشه. اگر خاطرتون باشه آقای همتی بارها برای توجیه کارهایی که مجبور بود بکنه به موانع حقوقی اشاره میکرد، میگفت وقتی قانون مجلس یا مصوبه شورای عالی هماهنگی به من دستور چاپ پول میده، من وظیفه حقوقی دارم که این کار رو انجام بدم، نمیتونم نه بگم. حالا اگه بشه این قانون رو عوض کرد ممکنه کمک بکنه به تغییر این روند. الان کلیات یه طرحی تو قانون درباره قانون بانک مرکزی تو مجلس تصویب شده، ظاهرا هم طرح بدی نیست. مسئله اینه که تو جریان تصویب جزئیاتش چی میشه، محصول نهایی چی از آب در میاد. اینم میتونه یکی از دستور کارهای زیرساختی خیلی مهمی باشه که آقای صالح آبادی احتمالاً باهاش درگیره. اگر آقای صالح آبادی حالا درباره تحریم که ایشون کاری نمیتونه بکنه، وظیفه سیاست خارجی و بخشای بالاتر بالادستی نظام، ولی اگه آقای صالح آبادی بتونه اقتدار رو به بانک مرکزی بیاره با توجه به شخصیت خودش، من خیلی امیدوار نیستم، ولی اگر به هر حال از طریق تصویب این قانون لااقل تو بانک درباره قانون بانک مرکزی تو مجلس این کار رو بکنه، ممکنه توفیقی به دست بیاره و تا حدودی وضعیت رو از اینی که هست بهتر کنه. مشکل دیگه مشکل کسری بودجه است. به هر حال دولت هم نیاز به بودجه داره برای اینکه بتونه خرج سازمان‌های مختلف رو بپردازه. درباره این چی کار میتونه بکنه؟ در این باره کاری از دولت، از بانک مرکزی بر نمیاد. یکی از کارهایی که آقای همتی توی دوره بانک مرکزی، ریاستش برای بانک مرکزی کرد، اینی که سیاست فروش اوراق بدهی دولتی رو به کارگزاری بانک مرکزی شروع کرد. این تنها کاری که شاید از بانک مرکزی برمیاد، منتها اصل این سیاست باید توسط وزارت اقتصاد پیگیری بشه و به طور جدی دنبال بشه. اوراق بدهی بخشی از کسری بودجه دولت رو از طریق غیر تورمی به اصطلاح جبران میکنه. اگر رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه بتونه کمکی بکنه ممکنه مفید واقع بشه، ولی در غیر این صورت تنها کاری که رئیس کل بانک مرکزی باید بکنه اینه که به دولت نبگه وقتی بهش میگن چاپ پول انجام بده. این مهم وظیفشه. متشکرم. هادی چاوشی، روزنامه‌نگار اقتصادی. نشست خبری و تمرینات رسمی تیم‌های ملی فوتبال ایران و امارات متحده عربی قبل از بازی انتخابی جام جهانی 2022 قطر انجام شد. ایران بعد از دو مسابقه با 6 امتیاز در صدر گروه قرار گرفته و کره جنوبی با 4 امتیاز در جایگاه دومه. امارات هم با 2 امتیاز سومه. دو تیم اول گروه مستقیم به جام جهانی میرن. پوریا ژافره خبرنگار ورزشی ما که برای گزارش بازی فردای ایران و امارات به دبی رفته از بیرون محل این مسابقه با ماست. پوریا، نشست خبری امارات برگزار شد، چی گفتن در این نشست؟ رعنا، جو سنگینی بودش در این نشست خبری امارات. خب بالاخره دوتا مسابقه انجام دادن و نتونستن که بازی‌های خودشونو ببرن. حریف‌های نسبتاً آسون‌تری هم بوده، یعنی با سوریه و لبنان بازی کردن، بازی‌هایی که به نظر می‌رسید که روی کاغذ امارات باید برنده باشه. فراموش نکنیم که مربیشون مربی در کلاس جهانی، مربی هلندی بیت ون مارویک که قبلا تونسته حتی یه بار به فینال جام جهانی هم برسه، ولی خیلی خوشش نمی‌اومد از سوالای انتقادی که خبرنگارای اماراتی داشتن انجام میدادن و بیشتر سعی میکرد که دفع بکنه این صحبتایی که داره میشه رو و سعی بکنه که خودشو مبری بکنه و بگه که بیشتر هدفش این هستش که یک تیم فوتبال رو بسازه و خب دوست داره که در جام جهانی هم حضور داشته باشه. جو سنگینی بود. از اهمیت بازی خیلی خیلی هوشیار هستیم راجع بهش و مطمئنیم که بازی خیلی خوبی میشه. قطعا بالاخره امارات یه حریف سنتی بوده همیشه برای ما و تو این مسیری که ما داشتیم خدا رو شکر دو تا بازی اولو قدمای محکمی برداشتیم و میدونیم که بازی با امارات تو امارات همیشه بازی خیلی خیلی سختی هستش، ولی با تمام قوا مطمئن هستم که بچه ها آماده هستن برای روی با تیم امارات. We have a lot of problems before the first game always because our ما قبل از بازی اول مشکلات زیادی داشتیم. خیلی از بازیکنان ما در کشورهای خارجی بازی می‌کنند. به همین دلیل وقت زیادی برای تمرین و هماهنگی نداشتیم. الانم بازیکن‌ها بعد از بازی‌های باشگاهی مستقیم اومدن اینجا و زمان کافی برای تمرین نداشتیم. البته دنبال بهونه آوردن نیستم.
ما آمادگی لازم رو ایجاد کردیم. از شرایط امارات هم آگاهیم. تیم خوبی هستند. بازیکناشون خیلی مستعدن. سازماندهی و مربی خوبی هم دارن. فردا هم خوب بازی خواهیم کرد و نتیجه هم خواهیم گرفت. خب این البته صحبتایی که الان شنیدید مربوط به نشست خبری ایران بود و نه امارات. صحبتای علیرضا جهانبخش بود، کاپیتان تیم ملی، و همینطور دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران. برای ایران اون چیزی که در نشست خبری مطرح شد، یه نکته هم بگم که خبرنگارای زیادی از ایران نبودن. این قوانین مسافرت کردن در دوران کرونا واقعا کار رو برای سفر کردن خبرنگارا هم سخت کرده. ولی که بیشترین حرفی که زده شد دو تا نکته مهم بود توش. یکی این که الان که ما داریم صحبت میکنیم، با توجه به اینکه مسابقه های سال پیش هی عقب افتادن، لیگ ایران هنوز شروع نشده و به تبع اون بازیکنایی که از لیگ داخلی قراره که به تیم ملی اضافه بشن تو شرایط مسابقه قرار نگرفتن و همیشه واسه تیم ملی تو این وقتی که میاد تو این بازی های انتخابی جام جهانی دو تا مسابقه پشت سر هم برگزار میشه که تو این مورد مسابقه با امارات هست و بعد با کره جنوبی، این بازی اوله برای هماهنگ کردن تیم یک مقدار سخت‌تر واسه اون بازیکنایی که در ایران هستن. برای اون بازیکنایی که تو اروپا هستن مشکل دیگه ایه، این که بازی‌ها به خاطر کرونا داره به صورت واقعا فشرده برگزار میشه. بعضی از بازیکنای تیم ملی ایران همین شنبه و یک شنبه واسه تیم‌های باشگاهی خودشون تو اروپا و دیگه نقاط جهان بازی کردن و بعد خیلی سریع بیان به شرایط مسابقه اینجا خودشون رو وقف بدن، هم از نظر ذهنی هم از نظر فیزیکی، با توجه به پرواز طولانی و همینطور اختلاف دمای هوا که وجود داره. اگه که ایران بتونه این مشکلات رو حل بکنه، به نظر میرسه که کارش یه مقدار در مسابقه فردا آسان‌تر خواهد شد. پوریا، تمرین تیم ملی چطور بوده؟ خیلی تمرین خوبی بود واقعا. تو این دوران وقتی که ما میایم تمرین ملی، از حاشیه هاش و حراست و مسائل دیگه که بخوایم بگذریم، در خود تیم ملی یک آرامش خاصی حکم فرما هستش. بالاخره این یه تیمیه که از موقعی که دراگان اسکوچیچ هدایت اون رو به عهده گرفته، 9 تا بازی پشت سر هم رو تونسته ببره و تیمی که برنده است حالش خوبه، آرامش خاصی داره. به نظر میسه که الان یک آمادگی و آرامش خاصی در این بازیکنان تیم ملی وجود داره. کنار تیم ملی وعید شمیان، مهدی مهدوی‌کیا و همینطور کریم باقری، بازیکنان قدیم تیم ملی هم حضور دارن برای مشاوره دادن به این نفرات و جو خوبیه واقعا. پیش‌بینی‌ها برای مسابقه فردا چیه؟ جالب این سوال پرسیدی. ما یک فرد اماراتی هستش، دوست ما هم هستش، حتی عبدالله، که سالهای سال وقتی که تیم ملی ایران میاد به امارات، تیم‌های مختلف ایرانی، استقلال، پرسپولیس، باشگاهی میان اینجا، معمولا به خاطر اینکه فارسی رو خیلی خوب صحبت میکنه همراه تیم هستش. و امروز داشتم باهاش صحبت میکردم، ازش پرسیدم که پیشبینی شما اماراتی‌ها چیه. میگفتش که این دوتا بازی اول ما جلو سوریه و لبنان، حالا مثالی که خودش میزد، میگفتش که این سالاد تبوله که لبنانی‌ها دارن رو ما نتونستیم بخوریم، حالا چه برسه به چلو کباب ایرانی که بعدش هم با عراق بازی دارن، یا کله پاچه عراقی. برابری خودشون خیلی روی این تیم حساب نمی‌کنن و همونطور که همه میدونن، با توجه بازیکن‌های با کیفیتی که ایران تو اروپا داره، روی کاغذ باید ایران برنده مسابقه باشه، ولی بالاخره اینجا استادیوم خونگی امارات، تا یه اندازه اگر که میخوان به جام جهانی که تو این منطقه است برای دفعه اول تو کشور همسایه‌شون قطر راه پیدا بکنن، بعد شروع بکنن امتیاز گرفتن، امتیازای برد سه امتیاز و از این مسابقه باید شروع بکنم. فقط مشکل اینجاست که حریفشون ایران و تیم شماره یک آسیا. پوریا، فردا اگر ایران ببره کار تمومه؟ خب کار که تموم نیست، چون بعد از مسابقه فردا 7 بازی دیگه هم میمونه. ولی کن خب به خاطر اینکه بازی‌های خونگی که ایران داره بازی‌های آسان‌تری خواهند بود و بعد بازی‌های خارج از خونه‌ش هم اگه اون مسابقه با کره جنوبی خارج از خونه رو بخوایم فاکتور بگیریم، اونها هم دیگه کار سختی نیستش. یعنی که دیگه میمونه لبنان رو بردن که اونم بعد از پسش ایران بر بیاد. و با توجه به اینکه ایران بازی‌های خودش رو برده و تو این گروه کلی مساوی اتفاق افتاده، این اختلاف امتیاز داره به یه حدی میرسه که میشه گفتش که فردا خب ایران بازی خودش رو ببره، کره جنوبی اگه که نتونه ببره سوریه رو و اون بازی عراق و لبنان هم مساوی بشه، واقعا تا یه حد زیادی باور نکردنیه که تو این مقطع بخوایم صحبت بکنیم. ولی که میشه گفتش که نمیتونم بگم کار تمومه، ولی که کار تا یه اندازه زیادی حل میشه، به علاوه اینکه بازی بعدی جلو کره جنوبی حساس ترین مسابقه است و اینکه بالاخره زنها برمیگردن به استادیوم، اینجوری که به نظر میاد
دوروبری های فدراسیون هم داشتیم صحبت میکردیم، این سری دیگه مشکلی نخواهد بود، بلیط فروشی گزینشی نخواهد بود، همه یک مقدار اونجوری که دارن صحبت میکنن انگار که دیدشون عوض شده به ماجرا و واقعا میخوان اجازه بدن زنها به اون حقی که سالهای سال بهش نرسیدن برسن و اون مسابقه میتونه واقعا یک نه جشن صعود بلکه تا اندازه زیادی کار رسیدن به جام جهانی قطر رو آسون بکنه. متشکرم پوریا، دیگه قول بده فردا برام خوش خبر باشی. ممنونم ازت. پوریا جعفری خبرنگار ورزشی ما. امروز 14 مهر روز تهرانه. 115 سال پیش در چنین روزی با تشکیل اولین جلسه شورای ملی تهران به طور رسمی و قانونی پایتخت ایران اعلام شد. به همین خاطر از 4 سال پیش با پیشنهاد شورای شهر تهران این روز به تقویم رسمی اضافه شد. به همین مناسبت از شما مخاطبان بی بی سی فارسی خواسته بودیم به ما بگید که چه چیزی تهران رو برای شما خاطر انگیز کرده. بعضی از صداها رو که به دست ما رسیده با هم بشنویم. خیابون ایتالیا و خیابون نادری، مخصوصا عصرهای پاییزی با اون درختای بلند و برگای زرد و نارنجی که کل خیابون رو پوشونده، از وقتی یادم میاد این قسمت تهران رو همیشه دوست داشتم، به هم حس آرامش میده. یکی از جاهایی که تو تهران خیلی دوست دارم بلوار کشاورزه، چون که اونجا برام یادآور قرارای عاشقانه یواشکیه که اولین باری که با یکی دوست شدم از سر کار میومدم بیرون بین ساعت کاری و میرفتم توی بلوار کشاورز میدیدمش، چون محل کارمون خیلی نزدیک به هم بود و اونجا هم دیگر میدیدیم. بلوار کشاورز واقعا برای من توی تهران جاییه که خیلی توی قلبم جا داره. باغ فردوس و کلن خیابون ولی از چهار راه پارکوی به بالا تا میدون ترجیش که فکر میکنم کمتر کسی دوستش نداشته باشه یا از قدم زدن در اونجا لبریز از حسای خوب نشه، با اون سایه سار درخت های قشنگ و قدیمی که هم حس امنیت به آدم میدن و هم واقعا زیبان و از خاطر نرفتنی هن. قدم زدن توی خیابون سیتی روی اون سنگ فرشا کاشمون استریت فود رو حفظ میکردن، چون واقعا شور هیجان تازه به تهران داده بود. اتوبان مدرس، اون تیکه‌ای که از همت میپیچی توش و میری به طرف بالا و حوالی عباس آباد و پل طبیعت، یکی از قشنگ‌ترین مناظر تهران جلوی چشمت رژه میره. اگه امشب تهران هستین یاد ما هم باشین. به پایان 60 دقیقه رسیدیم. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و یوتیوب تماشا بکنید. من مثلا We'll be right back.